در محل یک کلیسای قدیمی در آلمان قرار است عبادتگاه جدیدی برای مسیحیان، یهودیان و مسلمانان ساخته شود. در همین راستا روزنامه گاردیان گزارش داد این ساختمان طی مراسمی در تاریخ 27 می 2021 با پایان یافتن 10 سال برنامه ریزی و 4 سال زمان ساخت افتتاح خواهد شد. این ساختمان با هزینه 47 میلیون یورو به دست معماران برلینی طراحی شده و شامل یک کلیسا، یک مسجد و یک کنیسه متصل به یک سالن اجتماعات مرکزی خواهد بود. همچنین افراد با اعتقادات و ادیان دیگر نیز به رویدادها و نشستها در سالن بزرگ این مرکز شرکت خواهند کرد. این مرکز در محل کلیسای سنت پیتر در پتری پلاس برلین ساخته خواهد شد که در جنگ جهانی دوم آسیب دید و در 1964 به دست مقامات آلمان شرقی تخریب شد بیش از یک دهه پیش با کشف بقایای کلیسا قرار شد برای یادبود این بنا کلیسای جدیدی در این محل ساخته شود رولاند استالت یک عالم مسیحی که به شروع پروژه کمک کرده در این باره گفت این ایده بسیار ساده است ما میخواستیم یک مکان عبادی آموزشی داشته باشیم که پیروان هر سه دین ابراهیمی بتوانند در عین حفظ هویت خود در آنجا عبادت کنند اندریاس ناچاما یک روحانی یهودی که با همکاری یک کشیش و روحانی مسلمان در تأسیس این مرکز همکاری کرده است میگوید در این عبادتگاه توحیدی مسیحیان مسلمانان و یهودیان جداگانه عبادت می کنند اما تعطیلات دینی مراسم و جشنها را در کنار هم برگزار می کنند و افزود این ساختمان برای ما بیش از یک نماد بوده و آغاز دوره جدیدی است که نشان می دهد هیچ نفرتی بین ما سه گروه وجود ندارد.